خب سلام به همه دوستان محترمی که در این جلسه تشریف آوردن. این جلسه ما در خدمت سرکار خانم بنفشه، دکتر بنفشه افتخاری هستیم. خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر افتخاری که دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه شرکت کردن و سخنرانی خواهند داشت. عنوان سخنرانی خانم دکتر افتخاری: رویکرد معرفت شناسانه به علم در سنت علمی کلام در آرای فخرآزی است. حدود یک ساعت ما زمان داریم برای سخنرانی و بعد حدود نیم ساعت هم فرصت داریم برای بخش پرسش و پاسخ. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی حضار، دوستانی که الان آنلاینن و دوستانی که احتمالاً بعداً ضبط شده جلسه رو میشنون، و عرض ادب دارم خدمت اساتید. تشکر میکنم از گروه مطالعات علم که بنده رو دعوت کردم و به ویژه آقای دکتر امیری آرا که زحمت هماهنگی و برنامه ریزی رو داشتن. ببخشید و تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستید و دعوت کردید. امیدوارم که این ارائه برای دوستان مفید فایده قرار بگیره. صحبتی که من میخوام در موردش صحبت کنم امروز، رویکرد معرفت شناسانه به علم در سنت علمی کلام به طور خاص در آرای فخرآزی است. البته این فرضیه به صورت خام در ذهنم دارم که تعمیم داده بشه به کل سنت علمی کلام، ولی خب فعلا متمرکز بر آرای فخرآزی هستم. اگر حالا به عنوان پیشفرض، به عنوان پیشگفتار بخوام صحبت کنم، به عنوان انگیزه یا ضرورت بحث، با توجه به اینکه این برنامه توسط گروه مطالعات علم در صورت گرفته و اگر ما مطالعات علم رو دارای دو شق تاریخی و فلسفی، مطالعات تاریخی و فلسفی علم در نظر بگیریم، شاید یکی از دستاوردهای مهم تاریخ علم، مطالعه تحلیلی تاریخ علم، این باشه که داده های واقع بینانه ای رو فراهم بیاره برای جامعه فلسفی علم که در تعمیم هایی که دارن از رویدادهای تاریخ علمی بتونن تعمیم های دقیق تر و صحیح تری رو داشته باشن در تزها و نظریات فلسفی که برای علم دارن. و همونطور هم که همه حضار مطلع هستن، معمولا تاریخ علم درگیر یک سری کلیشه ها و افسانه سرایی هایی هستش که توسط منابع غیر حرفه‌ای تاریخ علم مدام ترویج میشه. و اساسا چون تاریخ علم یک دیسیپلین بین رشته‌ای هست و افراد از حوزه های مختلفی وارد این حوزه میشن و نظر میدن، و این باعث میشه که یک سری کلیشه های یا دائم تولید بشه و یا کلیشه های قبلی دائم بازتکرار بشه. و در کتاب درسی، در الانم که فضای مجازی هم یکی اسبابی شده برای مطالعه مثلا کلیشه ها و مطالبی که چندان عمیق نیستن، و یک کلیشه دائم باز تولید میشه در تاریخ فلسفه اسلامی که کلام اشعری و غزالی به عنوان سردسته اون یک جریان تضعیف کننده ضد عقل، ضد علم و به عبارتی از ملعونین به حساب میاد. حالا من قصد دفاع ندارم، ولی دقیقا هدفم روشن شدن مطلب هست، اون هم در یک مقطع خیلی جزئی، یعنی واقعا در یک مقطع خیلی جزئی. ببینیم برای روشن شدن مطلب چقدر نیاز به متن خوانی و کار هست و چقدر جای کار داره وقتی که ما بخوایم یک تعمیم کلی برای یک جریان علمی، یک نهله معرفتی که برای قرنها فعالیت داشته دادن، واقعا چقدر باید کار بشه روی تزها و تعمیم هایی که ما در واقع داریم.
فخر رازی حالا به نسبت غزالی کمتر جریان ضد علم رو نمایندگی میکنه، ولی حد اکثر تأثیر مثبتی که برای فخر رازی در نظر گرفته میشه اینکه بین نهله های مختلف گفتمان ایجاد کرده یا آراء اهل فلسفه رو به بحث گذاشته، باعث انتشار شده با شرح و نقد هایی که نوشته، یا اینکه در بهترین حالت باعث پویایی شده، اون هم نه آراء مستقیم خودش، به خاطر نقد هایی که کرده طرف مقابل رو تحریک کرده که جواب بدن، در نتیجه این پویایی در تاریخ فلسفه ایجاد کرده، ولی باز هم آراء خودش چندان مورد توجه قرار نگرفته و آراء خودش هم دچار کلیشه های جدی هستش و عباراتی چون جراح الاشارات، امام المشککین، لقب هایی هستش که فخر رازی بهش مشهور. جراح لقبی هست که خواجه بهش داده در شرح الاشارات، که میگه در واقع فخر رازی شرح نکرده اشارات رو، بیشتر جرح کرده، زخمی کرده مطالب رو به جایی که باز بکنه. و اگرچه میدونم که بیشتر دوستان خودشون خیلی مطلع هستن به مبانی بس، ولی از اونجایی که حدس میزنم شاید دوستان از حوزه های دیگه ای وارد بشن، یک سری مقدماتی رو برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه مجبورم که بهش بپردازم. اون چه که ما اینجا الان روی کرده معرفت شناسانه میگیم این هستش که ما وقتی که میخوایم چیزی رو بشناسیم، در موردش بحث کنیم، در موردش تحقیق بکنیم، متوجه باشیم که آیا از اساساً ما میتونیم علم بهش پیدا کنیم، اساساً ما میتونیم این، یعنی نه حالا یه موضوع خاصی، بر فرض که مثلا همین این خودکاری که الان اینجا هست رو، من این خودکار رو وقتی بخوام بشناسم، در مورد رنگش صحبت بکنم، در مورد کاراییش صحبت بکنم، در تمام اینها به این جنبه توجه داشته باشم که آیا من قابلیت فهم این مسئله رو دارم، آنچه که فکر کردم من برای این خودکار میدونم آیا قطعی هست، اگر قطعی نیست اگر تا چه حد میتونم بهش اعتماد کنم. یعنی موضوع خاصی شاید نباشه، ولی همواره من باید دغدغه اینو داشته باشم، آنچه که من به عنوان دانش به اون مسئله فرض کردم تا چه حد اعتبار داره. و اگر به شکل بالا آرتیکولیت نمیم، به شکل خیلی کلاس بندی شده یا به شکل منظم امروزی، نه بیان قدما، بخوام بهش بپردازم، این که رویکرد معرفت شناسی متوجه چند تا سواله که آیا جهانی مستقل از دانش ما هست؟ یعنی وقتی که من علم پیدا میکنم که این خودکار هست یا نیست، اصلا این خودکار وجود داره واقعا؟ اگر وجود داره من چه چیزی درباره این جهان میتونم بدونم؟ و اگر میتونم بدونم خب چطور باید به این دانستن برسم؟ و این دانسته های من تا چه حد معتبرن؟ یعنی چارچوب ها و معیار ها و نرم های پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم تدقیق کنیم دانستنمون رو. در مقابل این رویکرد هستی شناسانه هستش، رویکردی هستش که وقتی همین خودکار رو ما میخوایم بشناسیم و دربارش بحث بکنیم، فارغ از این سوالات هستیم که آیا من میتونم این خودکار رو بشناسم و این علمی که من به این خودکار پیدا کردم تا چه حد دقت داره، فارغ از این در واقع این سوالات و این دغدغه ها هست. من اینجا تأکید دارم که ما معرفت شناسی رو جدا کنیم از رویکرد معرفت شناختی. معرفت شناسی خب به معنای شناخت شناسی، یعنی اینکه علم رو بشناسیم، یا به طور کلاسیک از اولین تعاریفاش رو تقریبا از افلاطون ما میشناسیم که این سنت ادامه پیدا کرده، در جهان اسلام هم بحث شده، فارابی، ابن سینا، و به همین شکل همشون تقریبا یک مباحثی رو خاص معرفت شناسی دارن که
کتاب خوب معرفت شناسی در فلسفه اسلامی نوشته آقایان دکتر قفاری و مازیار که نمونه خیلی خوبی هستش برای این مسئله. ولی ما اینجا مسئلهمون این نیستش که درباره معرفت، درباره دانش فخر رازی چی گفته، نه، اصلا اینجا داریم راجع به چیز دیگه صحبت میکنیم. اینجا مبانی علمیه، مثلا فلان اصل موضوع در هندسه، فلان قضیه در هندسه، و مثلا همین اصلی که ما یک نقطه اگر داشته باشیم، تنها و تنها از این نقطه یک خط میتوانیم به موازات خط دیگر رسم کنیم که یکی از اصل موضوعهای هندسه هست، این از دریچه های مختلفی میشه بهش ورود کرد و در موردش صحبت کرد. ولی اونجایی که من دغدغه اینو دارم که این اصل از چه نشأت گرفته، علم ما به این اصل چگونه بوده و این علمی که ما به این اصل داریم تا چه حد قابل اعتماده، اینجا میشه یک رویکرد معرفت شناسانه. و در واقع رویکرد معرفت شناسانه میتونه در موضوعات مختلفی مطرح بشه یا بحث بشه. خب به عنوان گزارشی اگر بخوام داشته باشم، چون اخیراً فخر رازی مورد توجه مورخان علم و فلسفه قرار گرفته و یک به طور در حوزه‌ای که امروز بخوایم صحبت بکنیم، کارهایی که انجام شده در همین کتابی که معرفی کردم، اشاراتی بر شروح و نقدهایی که فخر رازی بر آراء ابن سینا داره در اون اشاراتی شده. و اخیراً در سال 2013 مقاله از جناب پیروز فتورچی، مقاله منتشر شد که این مقاله با بررسی متون منطقی فخر رازی، برداشتی که فخر رازی از این دوتا مفهوم داره در خلال بحثی که با خواجه نصیر بعداً در واقع انجام گرفته، مشخص میکنه که فخر رازی وقتی که چیزی که ما در ذهن داریم به عنوان تصور در نظر گرفتیم و آنچه که تصدیق، یعنی میخواییم صدق براش پیدا بکنیم که درست دقیق یا نه، یا حکم بخواییم بدیم، تجربیات حسی رو خیلی ملاک قرار داده و متوجه محدودیت هایی هست که ما به لحاظ تجربی و شناختی داریم. در نتیجه در این مقاله فخر رازی رو به عنوان یک کسی که به لحاظ متافیزیکی واقع‌گرا هست و در چهارچوب معرفت شناختی حکم میده، یعنی فردی متافیزیکال with epistemic foundation، با در واقع در محدودیت‌های معرفت شناختی رو برای تصدیق یک تصور به رسمیت میشناسه معرفی کرده. و از همین جا هم نتیجه گرفته که فخر رازی در قرون وسطا ما میتونیم یک تجربه در رده یک تجربه گرا قرارش بدیم. و سخنرانی که اخیراً ایمن شهاده در دانشگاه الخلیفه داشت که سخنرانی خیلی جالبی بود، البته اشاره به کتاب‌هایی داشتن ولی منبع اصلیم همون سخنرانی خودشون هست، و برهان‌هایی که فخر رازی برای حدوث و قدم جهان آورده و این که فخر رازی یک رفتار شکاکانه‌ای در برابر برهان‌ها داره، اینها رو در چهارچوب احتیاط‌های معرفت شناختی در واقع تحلیل می‌کنه و از اونجا نتیجه می‌گیره که فخر رازی یک شکاک میانه رو هست در مسئله حدوث و قدم. بلال ابراهیم دو مقاله خیلی مفصل و مشروحی داره، یکی در سال 2015 و که در باره اصل تجربه گرایی و آزمایش کردنه که در باره ابن هیثم و فخر رازیه، و یک مقاله هم که اخیراً در سال 2020 در واقع منتشر شد. در هر دوی اینها آراء فخر رازی رو درباره جسم طبیعی تحلیل کرده و نشون داده که برای فخر رازی مشاهده تجربی و حسی
بر تحلیل هستی شناسانه، یعنی بدون اینکه ما بیایم جایگاه یه چیزی رو، اینکه در واقع جوهر عرض در کدام طبقه بندیه و ویژگی هاش رو به صورت عقلانی صرف بخوایم تحلیل بکنیم، این رو بذاره کنار و مشاهدات تجربی و حسی رو مقدم قرار بده و دلایلش هم دلایل معرفت شناختی هستش، یعنی محدودیت های شناختی ما رو داده و به تجربه اعتبار داده. از این رو فخر رازی رو یک واقع‌گرا و یک واقع‌گرای تجربه‌گرای اصیلی دونسته، یعنی خیلی اصالت داده به سبکی که فخر رازی داره. و اما در این بررسی اینجا من بیشتر مد نظرم متون کلامی فخر رازی و اونجایی هستش که فخر رازی در مورد خود اتمگرایی در وقت بحث میکنه، نه در مورد حالا مباحث معرفتی و مقولات دیگه. و این رو هم باید توجه داشته باشیم که کلن این که حالا گفتم در مورد فخر رازی کلیشه های زیادی هست، بخشیش هم به خاطر خود این هستش که فخر رازی خیلی سخت آرای خودش رو واضح و شفاف بیان کرده و بیشتر سنتش این بوده که شرح و نقد دیگران بپردازه، از دیگران بیشتر اشکال نظریات دیگر رو بخواد بگیره تا آرای خودش رو در واقع بیان بکنه. و به همین جهت هستش که ما به سختی میتونیم در هر موضوعی یک موضع واحد از فخر رازی پیدا بکنیم. در مورد اتمگرایی که همچنان هم بهترین منبع ما هست برای آثار فخر رازی، کتاب زرکان، که موضع‌گیری فخر رازی رو در مورد اتمگرایی به سه بخش تقسیم میکنه. در دوران جوانی کتاب‌هایی که بیشتر جنبه فلسفی و شرح دارن بر آرای فلاسفه، موضع ضد اتمگرایی دیده میشه و در میانه زندگیش کتاب‌ها موضع خونسا هست، یعنی هم نظریات موافقین رو گفته و مخالفین و طرفداری خاصی ما نمی‌بینیم که از موضع خاصی داشته باشه. در آخر عمرش، تقریبا در دو دهه آخر عمرش، در کتاب‌های المطالب العالیه، رساله جوهرفت و الاربعین به طور واضح و شفاف از اتمگرایی دفاع کرده و من بیشتر تمرکزم بر همین آثار هستش. متاسفانه یه مقدار چون بحث پیچیده میشه من مجبورم مقدمه زیاد بگم و مجبورم که یه مقدار اتمگرایی کلام رو هم به طور فشرده یک سری مسائل رو اشاره داشته باشیم که بعد ببینیم در خلال کدوم برهان ها بیشتر مد نظر ما هستش برای مباحث معرفت شناختی. خب اتمگرایی کلام چیه؟ اتمگرایی همونطور که از اسمش پیداست، کلن لفظ اتمگرایی به عنوان جهان متشکل از اتم هاست. خود اتم، اتموس، به معنای تجزیه ناپذیر، غیر قابل تقسیمه. در سنت عربی فلسفه ترجمه شده جزء الذی لا یتجزا یا جزء لا یتجزا یا حالا جزء، وقتی که به شکل عمومی در مورد اتم بخوایم صحبت بکنیم، ولی وقتی که به طور خاص اتمگرایی کلام باشه، اصطلاح جوهر فرد در واقع مطرح میشه، اونم به این دلیل که متکلمین اون رو جوهر میدونستن. و اتمگرایی کلام در واقع بنیادش به لحاظ متافیزیکی اهداف خاصی داشته، یعنی یک سری اهداف متافیزیکی خاصی که متکلمان داشتن رو سعی در خدمت اون در واقع در خدمت اون اهداف متافیزیکیه، به این دلیل که متکلمان دنبال تبیینی از جهان طبیعت و جهان هستی بودن که به اون خواسته های متافیزیکی خودشون رو در واقع اقنا بکنه. تزهای متافیزیکی یا شاخصهایی که میتونم بگم، یکیش جهان غیر علی هست، جهان حادث هست،
جهان فانی هست، یعنی مورتال ورد، حتما جهان روزی بتونیم پایان جهان رو داشته باشیم در نظریه فیزیکیمون، و جهان متکثر هست برخلاف وحدت وجود و نظریات مشایی که میل به وحدت دارن، جهان متکثر هست و جهانی که در واقع وجود خالق و مخلوق از هم متباین و مجزا هستن. یعنی این چه که ما اون چه که ما در برای مثال در نظریه مثلا سهروردی داریم، یه چیزی داریم به نام نورالانوار در مرکز جهان، یا نظریه فارابی مرکز صدور فیض، و این موارد مواردی بودن که متکلمین مشکل داشتن باهاش، براشون قابل قبول نبود که ما یه تبیینی از جهان فیزیکی داشته باشیم که خداوند و واجب الوجود و اون به عنوان بخشی از هستی باشه. لزوماً دنبال این بودن که در نظریهشون خالق جدای از جهان و محاط بر جهان هستی باشه، نه بخشی از اون. و آنچه که ما میدونیم اینه که ابوحزیل الاف معتزلی در واقع مؤسس اتمگرایی کلام به حساب میاد، از مدرسه بصره. قدیمی ترین متنی که ما از اتمگرایی کلام در دسترس داریم در حال حاضر رساله ای هست از گفتگوی بین نظام که خواهرزاده ابوحزیل بوده و ابوحزیل، درباره که درباره چند برهانی هستش که بیسش در واقع همون پارادوکس های زنون هست. هم اشعری هم معتزله با هم اختلافات زیادی داشتن در مسائل زیادی، چه در مورد اختیار و قضا و قدر و صفات خدا، ولی به دلیل این که این یه جایی باشه که من کرسلر داشته باشم، ببخشید میخواستم موس حرکت بکنه، حالا به دلیل بله. فکر میکنم باید همین تخته رو فعال بکنید. بله موستون روی همین صفحه حرکت بکنه. الان حرکت میکنه؟ نه حالا چندانم واجب نیستش، حالا امیدوارم بله. دوستان متوجه بشن. الان فکر میکنم نه، من موس شما رو نمیبینم، نمیدونم که چجوری میشه راستش اینجا موس رو نمایش داد. خب مشکلی نیست، انشالله که مطلب واضح باشه. به همون دلایلی که در واقع گفتیم جهان فیزیکی غیر علی، جهان حادث، فانی و متکثر و متباین، به همون علت‌ها در واقع هدف مشترک داشتن، در اینجا هر دوشون از اتمگرایی دفاع کردن. نکته بعدی اینه که ما میتونیم اتمگرایی رو به قبل و بعد از ابن سینا تقسیم بکنیم. این مطلب خیلی واضح و مفصل در مقاله‌ای است در سال 2015 از زنانی منتشر شده، اگر علاقه من باشین، و در اونجا خیلی خوب نشون داده شده که چطور حملاتی که ابن سینا داره به اتمگرایی کلام باعث میشه که نظریات متکلمین بعد از ابن سینا وحدت پیدا بکنه و هم سوگیری اونها هم آرایشون وحدت پیدا بکنه. خب حالا اینکه این نظریه چی هست در واقع؟ در این نظریه متکلمان معتقدند که هر ممتدی متشکل از اجزای تقسیم ناپذیر، یعنی هر کمیت پیوسته‌ای که ما داریم متشکل از اجزای تقسیم ناپذیره، و اینجا در واقع این نقطه افتراق اتمگرایی کلام با اتمگرایی دموکریتی هست. برای مثال به این دلیل که اینجا ما اتمگرایی ریاضی داریم، یعنی هر نوع مقدار و امتدادی رو ما متشکل از اتم ها میدونیم، نه فقط جهان طبیعت رو. و
متعاقب اون خب زمان هم یک امتداد، یک کمیت. زمان رو هم متشکل از اتمهای زمان، یعنی از لحظات تقسیم ناپذیر، زمان رو رشته ای از آنها، آن اکنون، آن لحظه ای که بالفعل حس می کنیم، ردیف شدن این لحظات در واقع رشته زمان رو داریم. طول هم همینطور، یعنی طول هم از نقاط تقسیم ناپذیر، از ردیف شدن نقاط تقسیم ناپذیر در واقع به وجود میاد. بر متعاقب اینها وقتی که زمان و طول همشون متشکل از اتم ها هستن، حرکت هم متشکل از اتم هاست. حرکت میشه بسته های تغییری که هر کدوم از این بسته ها در یک آن و در یک لحظه تقسیم ناپذیر به وقوع پیوسته. و این بسته‌ها به شکل دفعی در واقع خلق شدن و در یک لحظه هستن و از بین میرن. ما در متون اولیه‌ای که از اتمگرایی کلام داریم، عمدتاً اتم‌ها بدون بُعد در نظر گرفته شدن، ولی اینکه نقاط هندسی، طول و خود اتم یکی تلقی بشه اجماعی نیست، ولی تقریبا از قرن چهارم به این ور اتم و نقطه یکی دونسته شده. یعنی دقیقا اون نقطه هندسی رو معادل یک اتم در نظر گرفتن. خب فکر میکنم که همینجا مشخص باشه که چه تعارض جدی بین اتمگرایی کلام و هندسه کلاسیک اقلیدوسی در واقع میتونه وجود داشته باشه. هندسه اقلیدوسی در واقع مبنای فلسفیش همون پیوستگرایی ارسطویی هست که در اون هیچ کمیت پیوستهی متشکل از تقسیم ناپذیرها نیست. این استدلالی هستش که ارسطو در کتاب ششم فیزیک مفصل به اون پرداخته که هیچ کمیتی نمیتونه متشکل از تقسیم ناپذیرها باشه یا اتمها باشه. ارسطو استدلال میکنه که هر بُعد، هر امتدادی رو که ما در نظر بگیریم، چه در زمان چه در طول، ما میتونیم تصور کنیم، ما میتونیم اینو تقسیم کنیم. و در تنها چیزی که اونو میتونیم بدونه، اونو میتونیم که تقسیم ناپذیر باشه، فقط نقطه است که بُعدی نداشته باشه. چون اگه بُعد داشته باشه ما در ذهنمون میتونیم اونو تقسیم بکنیم. و شبهه‌ای رو مطرح میکنه، برهانی رو مطرح میکنه که به شبهه تماس مشهوره یا مسئله تماس مشهوره. و استدلال میکنه اگر دو تا موجود، یعنی اول که گفت اتم اگر باشه نباید بُعد داشته باشه، اگر دو تا موجودی که بُعدی ندارن، یعنی بُعدشون هیچه، اینا به هم بپیوندن، دو تا هیچ وقتی به هم بپیوندن از مجموعش هیچ به دست میاد. یعنی هیچ تزایدی نداریم، هیچ امتدادی ازش به وجود نمیاد، در نتیجه هیچ کمیت پیوسته‌ای نمیتونه از اتم ها تشکیل شده باشه. و بر همین اساس که این نظریه حالا خود بنده ازش دفاع میکنم، این که اتم ها بی بُعد باشن در ادبیات معتزله و بعدن، من فکر میکنم از همین برهان نشأت گرفته. این فرض بی بُعدی اتم ها از اینجا در اومده. ما تقریبا از قرن سوم که معتزله به اتمیسم رو میاره و آرایشون رو در مدرسه هم بغداد هم بصره آرایشون رو منتشر میکنن و به قول خودمون گل میکنه، تا زمان ابن سینا. ابن سینا در واقع خیلی به شدت مخالف، یعنی پیرو ارسطو مخالف اتمگرایی بوده و در کتاب فیزیک خودش هم برهانهای ارسطو رو میاره و خودش هم یه سری برهان اضافه میکنه، از جمله همون شبهه تماسی که ارسطو گفته بود اگر اتم ها بُعدی نداشته باشن، اگر اتم بخواد وجود داشته باشه نباید بُعدی داشته باشه و اینا اگر به هم بپیوندن هیچ امتدادی به دست نخواهد اومد. ابن سینا یه
متممی بهش اضافه میکنه. خب اگر اتم ها بعدم داشته باشن، فرض میکنه که اگر اتم ها طبق این شکل، اگر این سه تا مربع میبینید که بعد دارن، اگر اینها بعد هم داشته باشن، میاد حالات مختلف اینها رو در نظر میگیره که یا حالا اینا تداخل بکنن یا نفوذ بکنن. در همه این حالات در نظر میگه این اتم ها اینها همدیگر رو میشکنن، ما نمیتونیم اتم داشته باشیم. و فرض ابن سینا این بوده که یک اتم باید بسیط باشه، استدلالش این بوده که باید بسیط باشه، و در هر حال این فرض بسیط بودن از بین میره. و این شکل اگر دقت بکنید، شکل سمت راست میگه این در واقع یه مختصاتی داره در سمت راسته، و شکل سمت چپ یه مختصات دیگه ای داره، و اون چیزی که وسطه یک وجهش با شکل سمت راست در تماسه، یک وجهش با شکل سمت چپ. پس اتم وسطی این وجهش یک ویژگی داره که اون وجه دیگهش ویژگیش باش متفاوته. در نتیجه اون شرط بسیط بودن از بین رفته و اتم تقسیم شده. به اضافه این که ابن سینا 16 تا برهان میاره، برهانهای هندسی میاره و استدلال میکنه که اگر این چیزی که شما میگید که در واقع طول باید متشکل از اتم ها باشن، هر اتم رو به عنوان یک واحد و یک قرار میگیره و خب استدلال میکنه، اشکال هندسی متفاوتی رو میاره و استدلال میکنه که خب حالا اینو باید با چی نشون بدیم. فرض کنیم مثلا شکلی که الان میبینیم یه مربع 4 اتم است. خب گفته این مربع هر ضلعش 2 اتمه، خب قطرش رو شما با چی نشون میدید؟ 2 اتم و رادیکال 2 الان باید ما با چی نشون بدیم؟ یه مقدار گنگ. یا مثلا یه سری برهان به این شکل داره که مثلا یک برهان دیگه هست، مثلا 3 اتم رو به شکل مثلث گذاشته، گفته خب این هر ضلعش چقدر میشه طولش. یعنی مقدارهای ناصحیح و گنگ رو به عنوان یک برهان مخالف اتمگرایی مطرح میکنه. و مورد دیگه ای که کلن فلاسفه اعتقاد داشتن که جسم بسیط باید شکل کروی داشته باشه. همین استدلال هم برای اجرام سماوی به کار میبردن، برای جهان ماورای قمر، که اجرام سماوی چون بسیطن باید شکل کره داشته باشن. به همون شکل هم خب استدلال میکرد یه اتم اگر باشه باید شکل کره باشه. بعد هم خب این شکل رو شما میبینید 4 کره توی محفظه‌ای باشه، بینشون خلل و فرج به وجود میاد و این فضاهای خالی هر کدوم کوچکتر از یک اتم هست. پس ما اینجا مقداری داریم کمتر از یک اتم، پس این فرض شما نمیتونه درست باشه. یعنی این اتمیسم کلام که یک اتمیسم کانسپچوال و مفهومی هست، یعنی یک مقدار رو نمیتونیم کمتر از یک اتم در نظر بگیریم، چنین فرضی از بین درست نیست. و اما فخر رازی که داستان طولانی در واقع با اتمیسم کلام داره و بخش عمده ای از اتمگرایی متوجه مسئله حرکت که من چون نگران بودم وقت کم بیارم حذف کردم، و علاقه اصلی فخر رازی به اتمگرایی در مسئله حرکت و زمانه، چون از ما میتونیم جریان فکریشو در کتاب‌های مختلف دنبال بکنیم که اول چرا نمیپذیره، چون مشکل اولیش با زمان بوده و کم کم به تبیینی از زمان میرسه که بتونه با اتمگرایی وفقش بده. و این بخش رو من در واردش نمیشم. اما در مورد هندسه هم خب همونطور که دیدیم این که اساساً اتمگرایی با این تعاریفی که داره با همون تعریف اولیه هندسه اقلیدوسی ناسازگاره و فخر رازی سعی کرده بیاد مثلا در خلال برهانهایی که ارائه میده یک هندسه جدیدی برای خودش بنا بکنه که با اتمگرای کلام سازگار باشه. یعنی نقطه یک اتم باشه، یک نقطه یک اتم تقسیم ناپذیر باشه و به همون شکل
طول متشکل از اتم ها باشه، سطح متشکل از اتم ها باشه و اینها دارای بعد باشن. و در چنین روی کردی وقتی که یک خط متشکل از پاره خطک ها باشه، خط راست و خط منحنی هیچ تفاوتی با هم ندارن. یعنی میتونن این اتم ها، بستگی به چینش اتم ها داره، اگر همه در یه راستا باشن خط راست رو تشکیل میدن، ممکن اینها در چینشی داشته باشن که به شکل منحنی دیده بشن یا به شکل شاخه شاخه یا مزرس. در واقع هیچ شکلی، یعنی یکی از ویژگی های اتمگرایی طرد ذاتگرایی هستش، یعنی هیچ شکلی ذاتیاتی برای خودش نداره. مثلث، مربع، اینها هیچ کدوم یک ویژگی ذاتی که در منطق، در هستی شناسی و مقولات ارسطویی یک سری ویژگی های ذاتی برای اشکال هندسی در تعریف میشه، اینجا ما هیچ ویژگی ذاتی نداریم و همه شکل ها یه جورن. یعنی هر منحنی و هر کروی که شما در نظر بگیرید خودش متشکل از اتم هایی هستش که اونا به اون شکل تشکیل شدن. و از اینجا هم کارهای قشنگی تحت تاثیر ابن هیثم انجام میده. برای مثال در شکل اگر میبینید یک سری هندسی، یک نامساوی هست، این نامساوی رو به همین شکل اثبات میکنه، میاد سطح زیرش رو، سطح زیر این منحنی رو در واقع حساب میکنه و این نامساوی رو اثبات میکنه. یا مثلا روش افنا رو که میشناختن ریاضیدانان مسلمان، ابن هیثم که خیلی مسلط بوده به روش افنا، در واقع بیس انتگرال گیری هست، این رو میاد پیاده میکنه برای مسائل بدون نیاز به لمه ارشمیدس، چون لمه ارشمیدس در واقع یک قرار بوده توجیه بکنه که ما چطور یک شکل پیوسته رو بتونیم متشکل از المان ها قرار بدیم. و خب دیگه اصلا اینجا ما اصلا هیچ نیازی به لمه ارشمیدس نداریم، یعنی خودمون پیشفرضمون این هستش که خطمون از یک سری المان ها هست. البته این جریان عقیم میمونه، این جریان مغالطه توش هست، اشتباهاتی داره و اشتباهش هم اینه که فخرازی تعاریفش رو اومده با اتمگرایی کلام گرفته که مثلا نقطه این باشه، خط این باشه، ولی از قضایای هندسه اقلیدس داره استفاده میکنه که مثلا ارجاع میده به مقاله فلان اصول و فلان قضیه، اون در واقع یک مغلطه کرده دیگه اینجا، یعنی با تعاریف جدید ولی از قضایایی داره استفاده میکنه که بر بیسش همون نقطه بدون بعد و خط پیوسته بوده و در نتیجه اشتباه باعث میشه که این در واقع این حرکت عقیم بمونه و بعضی از مسائل هندسی که حل شده در واقع اشتباه هستش. خب حالا آن چه که ما اینجا تاکید داشتیم که بخوایم بگیم روی کرده معرفت شناسی در واقع در از این زاویه بخوایم بهش نگاه بکنیم. خب اگر حضور ذهن دوستان داشته باشن، ما گفتیم که ارسطو میگه که هر بعد یا هر امتدادی رو ما میتونیم در ذهن خودمون تقسیم کنیم. پس تنها تقسیم ناپذیر یا نقطه است که فرض شده که هیچ بعدی نداره و تنها نهایت یک امتداده، یا لحظه یا آن که باز در سیستم، در فیزیک ارسطویی زمان متصله و اکنون و نود وجود بالقوه داره، یعنی وجود واقعی نداره، تنها یک مرزه که میاد بگه آینده رو از گذشته جدا بگه، خودش هیچ امتداد، هیچ بخشی از زمان نیست. اما و اگر باز دوستان حضور ذهن داشته باشن، این که زنون استدلال کرده بود که هر متحرکی وقتی بخواد حرکت بکنه، ما اون مسافتی که فرض کردیم اون متحرک میخواد حرکت بکنه، خب هر این که بیاد از اینجا به اینجا برسه، اول باید نصفشو بره، نصف این باید نصفشو بره، نصفش باید نصفشو بره، در نتیجه در نهایت این، چون این تقسیم تا بی نهایت ممکنه، پس اصلا متحرک حرکت نکرده. پاسخی که ارسطو
به زنون داده بود این بودش که این تقسیمات بالقوه‌اند، بالفعل نیستند. یعنی این تقسیمات ممکنن ولی واقعا شکل نمیگیره. یعنی وقتی فرد قدم برمیداره، در واقع تقسیم اون چه که بالفعل داره تقسیم میکنه این مسافت رو، اینا نامحدود نیستن، محدودن. فخر رازی برای رد کردن استدلالات نظام، در واقع که شبیه همین پارادوکس زنون هست، چون نظام هم معتقد به تقسیمات بی نهایت بالفعل بود، در واقع در طی دو فصل در مطالب العالی جلد ششم اختصاص میده به این مسئله که اصلا تقسیم بالفعل و بالقوه معنایی نداره. یعنی مفهوم بالقوه و بالفعل ارسطویی کامل رد میکنه و میگه ما فقط دو جور تقسیم داریم، یا تقسیم فیزیکی داریم یا تقسیم وهمی. یعنی اون چیزی که ما داریم بهش میگیم بالقوه یه تقسیم ذهنی و وهمیه و این رو هم رد میکنه، که از اساس رد میکنه که ما هر امتدادی رو بتونیم تصور بکنیم. یه استدلال ارسطو اینی که من هر امتدادی رو در ذهنم تصور کنم، نه همچین چیزی نیست. ما هر امتدادی رو نمیتونیم تصور بکنیم. تصورات ما چی هستن؟ تصورات ما تجربیات بصری هستند که ما داریم. وقتی من چیزی رو در ذهنم، امتدادی رو در ذهنم تصور میکنم، یک تجربه بصری رو در ذهنم بازسازی میکنم و این تجربه بصری من محدوده. من نمیتونم یه چیز بی نهایت کوچک رو در واقع اون رو تصور بکنم. آنچه که مثلا میگیم خیلی خیلی ریز، ولی این رو در ذهنم به اندازه تصور میکنم که تا الان تجربهش کردم. پس این استدلال که بگیم هر امتدادی رو ما میتونیم تا بی نهایت هر امتدادی تا بی نهایت ریز ما بتونیم تصور کنیم، چنین چیزی وجود نداره. تجربیات ما اصلا چنین چیزی رو تجربه نکردیم در جهان محسوساتمون که بخوایم تصور بکنیم. تصور ما هم تا یک جای محدوده. ما نه چیزای خیلی بزرگ رو میتونیم تصور بکنیم، نه چیزای خیلی کوچیک رو. در واقع یه بازسازی تو ذهنمون میکنیم از یک بعد خیلی کوچیک در حدی که تا الان تجربه کردیم. آنچه که ما در جهان خودمون داریم حس میکنیم، جهان پیوسته‌ایه. هم زمان ما پیوسته حس میکنیم، هم طول ما داریم پیوسته حس میکنیم. بعد میاد با همین ارسطوی برهان خلف داره دیگه، میگه اگر اتم باشد باید بدون بعد باشد. میگه اگر اتم باشه، چون این جهان پیوسته است و قرار اتم جهان رو گسسته باشه، اگر باشه باید خارج از تصور ما ریز باشه. یا اگر لحظه رو ما بخوایم، یک اتم زمان یا یک آن رو بخوایم تصور بکنیم، باید اونقدر کوتاه باشه که ما در ذهنمون اون درکی که از زمان داریم هیچ گپی احساس نکنیم. پس اتم اگر باشه اونقدر ریزه که حتی نمیشه تصورش کرد، حتی به وهم ما نمیاد. پس اصلا این برهان از اساس اشتباهه و اتم ها رو رد میکنه که بود نداشته باشن. میگه اتم ها بود دارن، ولی این بود اونقدر کمه که ما سنسرامون یا اون درک نمیتونیم بکنیم. و مثالی که میزنه میگه اگه یه ترازو داشته باشی، یه دونه گندم رو شما بذاری کفه ترازو هیچ تکونی نمیخوره، وزنش صفره. این به معنای این نیست که این هیچ وزنی نداره، وزن داره، ولی اونقدر کمه که به تجربه ما در نمیاد. ولی بر این گندم اضافه کنیم، اضافه کنیم، اضافه کنیم، یک دفعه میشه یه من. اون وقت ترازومون تکون میخوره و ما دیتکتش میکنیم، ما حسش میکنیم.
پس اجزا بود دارن، ولی چون خیلی کمن، چون از متعلق به جهان تصورات ما نیستن، چون تصورات ما وارد اون اصلا اون مرحله نمیشه، در نتیجه ما حسشون نمی کنیم. و مثالی که میذاره میگه یه دونه گندم خودش به خودی خودش نه وزنی داره، نه جرمی داره، نه مقداری داره، ولی وقتی به هم اضافه میکنیم اضافه میکنیم، یک دفعه میشه یک من. ابعادم همینطور، زمانم همینطور، یک لحظه خیلی کوتاهه، ولی همچنان که اینا ادامه پیدا میکنن، اون وقت از یک جایی شعور و حواس ما اونو میتونه درکش کنه. خب تا همینجا این رویکرد معرفت شناسی برای شاید دوستان مشخص داره میشه، داره سوال میکنه که این اتم، این امتداد تا کجا برای ما قابل فهمه، تا کجا برای ما قابل تصوره، آیا ذهن ما قادر هست اینها رو بشناسه، بفهمه. اینها رویکرد معرفت شناسی، یعنی دانستن ما، قوه دانش ما رو دائم داره محک میزنه و میسنجه. فخر رازی بعد میاد وارد خب برهانهایی میشه که خب دیدیم دیگه، مربع کنار هم گذاشته بودن، دایره کنار هم گذاشته بودن، برهانهای متفاوتی هستش که اینها برای اتمها اومدن اشکال متفاوتی تصور شده. فخر رازی میگه خب اینا انقدر ریزن که ما حتی نمیتونیم تخیلشون کنیم و ذهن ما از بحث کردن و توصیف شکل اتم ها عاجز و ناتوانه. اتم نه کره است نه چند ضلعیه، اینا شکل و ابعاد و چیزهایی دارن که وقتی من میگم شکلش کره است، یعنی اون کره که میتونم ببینم، اون کره که در تجربه بصری من تا حالا بوده، و اتم اصلا در این در حد این ابعاد نیست. اتم تا حالا به تجربه بصری ما در نیومده و نمیتونه در بیاد، و تاکید میکنه که به حدی در کوچکی میرسه، یبلغ فی الصغر الا حیث یعجز الوهم عن تخیله و تصوره. نمیتونه تخیلش کنه، نمیتونه تصورش کنه. خب گفتیم که اتم ها رو دارای بُعد در نظر گرفت، ولی بُعد بسیار ریز، ولی نه در حدی که ما بخوایم در موردش بیایم صحبت بکنیم، رو مربع و اشکالی که تصور کرده بودن و در برهان ها بود، و نه تنها به لحاظ معرفت شناسی ما توانایی اینو توصیف ائتلاف اتم ها رو با هم دیگه نداریم، و اومده گفته که این خیلی از این برهان ها در واقع مغلطن، یعنی عبارت سوفسطایی رو به کار برده، گفته این روش سوفسطایی، شما توجه نمی کنید که اتم برای یک اتمگرا یک جوهره. ما اول اگر علاوه بر این که اصلا نمیتونیم، قدرت تصور نداریم که در موردش صحبت بکنیم، اول باید تعریفامون رو با هم یکی کنیم. این هم عرض ما با عرض شما فرق داره، هم جوهر ما با جوهر شما فرق داره. اتمی که من تعریف کردم یک اتمی که مکانش، تحیزش، همه چیزش منحصر به فرد و غیر قابل تقسیمه. پس اصلا صحبت کردن راجع به تداخل و اینا در شرایطی هستش که مثل سیستم ارسطویی در واقع اینها عرض تصور شدن، و به این شکل پاسخ ابن سینا رو هم میده که البته از بحث ما خارج. خب گفتیم پس اتم ها طبق گفته تصریح فخر رازی دارای بودن، و گفتیم که مفهومی بودن، ریاضی بودن، و در نهایت اینها میبایست پاسخ بدن به این عبارات گنگ، به مقادیر گنگ، مقادیر ناسحیح. اینا رو چطور میخواستن توضیح بدن؟ و فخر رازی هم میدونست این وجه بسیار محکمه و میگه که این و این اعلم ان الهازل وجوه القویه ولا هیلت فی دفعها،
و اصلا با هیچ حقه ما نمیتونیم اینا رو دفع کنیم. اینا خیلی قویه. اینها رو میپذیره که این برهان ها رو، ولی وارد نمیدونه اینها رو. از چه جهت وارد نمیدونه؟ برای اینکه این اشکال، این چیزی که از آن از قضیه فیثاغورس در اومده یا این قضایا و این اشکال، اینا همه زاده هندسه اقلیدوسی پیوستگرا هستن. از اصل هندسه اصلا با تعریف اتمگرایی در تضاد ناسازگاره. پس اساسا اینجا اصلا این با چیزی که منتج از هندسه باشه اصلا وارد نمیشه به اتمگرایی کلام، چون بیس اینا، تعاریف اینها با هم از اساس ناسازگار بوده. و میگه کسی که در واقع اتمگرایی رو پذیرفته، سیستم اتمگرایی مفهومی ریاضی رو پذیرفته، لازمه که این هندسه رو بذاره کنار. یعنی علوم هندسه رو میگه وجب علی تعنفی علوم الهندسه، اصلا هندسه رو باید بذاره کنار، یه هندسه دیگه، یعنی اون چیزی که خودش تلاش کرده، یه هندسه رو و یه مدل دیگه که اصل موضوعش بخونه با اتمگرایی کلام. فخری رازی مدعی میشه که هندسه مبتنی بر پیوستگی خطوطه، پس اصلا متعلق به جهان اتم ها نیست، متعلق به جهان پیوسته و محسوسات ماست، متعلق به اون جهانی که اصلا ما حسش نمیتونیم بکنیم نیست. اصلا هندسه عاجز از توصیف دنیای اتم هاست. و پا رو از اون فراتر میذاره و حتی اعتبار هندسه رو برای جهان محسوسات ما به نوعی زیر سوال میبره. میگه اصلا ما نه خط به اون راستی در طبیعت داریم، نه سطح به این صافی داریم. هر سطحی رو شما نگاه بکنید یه مقدار چیه خلال فرج داره. میگه هندسه بر یک سری اصولی استواره که اصلا در همین جهان طبیعی ما ممکنه کار نکنه، اشکالی که ما تو جهان طبیعیمون هم نمیتونیم بسازیم، حالا جهان اتم ها بماند. و موردی که اصلا مثلا شکلی که گفته بودیم در مورد بسیط بودن و کروی بودن اتم ها مطرح شد و اینجا اعلام میکنه اصلا خود دایره اصلا یعنی اصولی که اومده تو هندسه دایره رو اصلا توضیح داده رو اینا رو نقد میکنه و میگه اصلا این قضایا همشون دوچار اشکالن. مثلا برای اتمگرا نه کره وجود داره، کره کامل وجود داره، نه دایره کامل، اصلا کامل رد میکنه اینها رو. در جلد یکم که البته اونجا هم صحبتهایی از اتمگرایی میکنه، بعد میاد راجع به هندسه صحبت میکنه و اصلا میاد میخواد صحبت بکنه که عقل انسان تا چه حد میتونه اصلا راجع به اتمگرایی بتونه نظر بده و میاد کلیت علم انسان رو بحث میکنه در موردش. میاد میگه هندسه به اذعان خودم و همه یقینی ترین علمیه که الان در اون روزگار داشتن و میپذیره به اصولش، به قضایاش، به استدلالی بودنش، همه اینها رو قبول داره که دقیقه این علم. اما هندسه یه سری اصل موضوع داره، نمونه همونی که یه خط فقط تنها از یک نقطه فقط و فقط یک خط میتونیم به موازات خط دیگه ای رسم کنیم. میگه این اصول موضوعه اینا هیچ کدوم اثبات نشدن، منشأش مثل همون برهان ارسطو، منشأ اینها همه تجارب حسی خطاپذیر هستن، همه اینها از قوه باصره دارن تغذیه میشن. این اصل موضوع ها نه ثابت شدن نه هیچ، اینا همه از تجربیات ذهنی که مبتنی بر حواس ما بوده به وجود اومده. و اینجا تأکید میکنه در این نقل قول که بله هندسه قوی ترینه، اما تأمل کن در کتابش و شروع میکنه اصلا رو بحث کردن. بعد وقتی که میگه اصلها
بر پایه تجربیات حسی ما، تجربیات عمدتا بصری ما اینا شکل گرفته، اون وقت میاد میگه که بحث میکنه که آیا قوه بصر و بصیرت یکیه. یعنی این چیزی که الان در علم امروز ما داریم که این خودکار رو من میبینم، این خودکار رو، نوری که از این خودکار میاد به چشم من میرسه، این یه فرایند دیدن فیزیکی هست، بعد چشم من این اطلاعات رو میفرسته به مغز و مغز اینو میفهمه که این خودکاره. و اینجا حالا اون به این شکل که نه، ولی تفکیک کرده فخر رازی که ما یه قوه بصر داریم یه قوه بصیرت، یعنی یه چیزی که ما میبینیم و یه چیزی که ما از اون دیدنه میفهمیم، اون چیزی که تصوری که در ذهن ما شکل میگیره از اون چیزی که دیدیم. بحث میکنه آیا بصر و بصیرت یکیه و مثالهایی میاره در سه دسته تقسیم میکنه که در این چیزا اصلا بصر و بصیرت نمیتونن یکی باشن، یکی اجسام که خیلی ریز باشن که همون بحث اتمگرایی در همین دست است، یکی اجسام نورانی و خیلی بزرگ مثل خورشید و اینا، و یکی اشیاء متعادل که نه بزرگن نه کوچیکن. و این نکته خیلی از نظر خود من قشنگ بود، چیزهایی که کم تکرار باشن. ببینید ما نمونش هم از اختلاط و امتزاج و اینا هم صحبت کرده. برای مثال فرض کنید یک نوزاد وقتی که یک آتیش رو میبینه، رنگ قرمز زرد رو میبینه، شاید درک نکنه این آتشه و خطرناکه. خیلی از فرایندها هستن که ما اول ببینیم هیچ مفهومی برامون نداره، فقط یه تصویره، ولی وقتی به مرور تکرار میشن، تصویر واحد یه فرایندهای به مرور که تکرار میشن، مغز ما این رو میشناسه و یک سری ویژگی هایی رو بهش نسبت میده. به محضی که ما مثلا تصویر آتش میبینیم میدونیم که این داغه، ولی اگر اینها این پدیده ها کم تکرار باشن، خب یه چیزی دیدیم، بصیرتمون اصلا در مورد اون هیچ نظری نداره. میاد میگه در تمامی این موارد بصیرت ما از بصری که داریم دوچار خطا میشه و این خطا باعث میشه که آنچه که ما از قوه باصره نتیجه گرفتیم قابل اعتماد 100% نباشه. پس هندسه‌ای که اصول موضوعش از قوه بصری گرفته شده، بعضی جاهاش جای شک داره. در نتیجه میگه که چی؟ هندسه اگرچه یقینی ترین علمه، اما بر اساس تجارب حسی هست که خطا پذیره. ببخشید فکر کنم تکرار شده. پس اعتراف میکنه که ما هیچ راهی به دنیای اتم ها نداریم و هندسه ای که اصول موضوعش منتج از قوه باصره باشم هیچ راهی به دنیای اتم ها نداریم. پس اصلا هندسه اصلا نمیتونه هیچ حرفی در مورد اتم ها بزنه و این برهان های هندسی برهان های واردی نیستن بر اتم گرایی. و از اینجا هم که یک اعتراف وحشتناک شکاکانه داره که اصلا نه تنها اتم گرایی، همه چیزو میگه، اصلا انسان عقل و فهم بشری خیلی ناتوان و قاصر از فهم حقیقت اشیا و محسوسات. و اینجا مون همون تز اشعری رو بالاخره میده که فقط یعنی ظن ما و محسوسات ما اینا همه ضعیفن و باید منتظر طلوع نور الهی باشیم. خب من اگه بخوام یه جمع‌بندی از این آنچه که گفتم داشته باشم، ما گفتیم میبینیم که رازی به جهان مستقل از شناخت ما اذعان داره. یعنی اینطور نیستش که بگه هر چه که من دیدم، هر چه که من فهمیدم و شناختم فقط وجود داره. نه، هم داره میگه اتم ها رو ما نمیتونیم توصیف کنیم، تجربهشون کنیم، ولی وجود دارن. دست آن چه که
در مقاله فتورچی و ادعایی که بلال ابراهیم هم داشت در واقع گرا بودن، ما میتونیم ببینیم، میگیم که واقعا فخر رازی واقع گراست، به لحاظ متافیزیکی یک واقع گراست. با این حال تأکید داره اتم ها در دایره محسوسات ما نیستن، پس ما نمیتونیم، قادر به توصیفشون نیستیم، قادر به فهم کامل نحوه تعامل و چینش، نحوه تعلیف و چینش اونها نیستیم. یعنی به یک سری محدودیت های معرفت شناختی که دوچارش هستیم برای شناختن دنیای اتم ها به طور خاص و کلن جهان طبیعت، به اینها آگاهه. و این همون اپیستمیک فاندیشنی هستش که در اون مقاله اشاره شده و ما هم اینو میبینیم و قبولش داریم که به تنگناهای شناختی ما برای جهان طبیعت معترفه. و از این جهت اون رویکرد هستی شناسانهی که در فیزیک ارسطویی خیلی پررنگه، قطعا برای فخر رازی نمیتونه معتبر باشه. قطعا یکی از دلایل مخالفتش با فیزیک ارسطویی همینه، با هندسه همینه. حالا من هندسه رو اینجا باز کردم ولی زیاد وارد بحث حرکت نشدم. و نکته دیگه این که داره میگه علم بشری که هندسه رو به عنوان سمبل دقت و بهترین نظام عقلانی میدونه، حتی این هم یه اصول موضوعی داره که وابسته به تجارب حسی ماست که برای شناخت جهان، چون خطای شناختی و خطای ما محدودیت تجربه داریم و دچار خطای شناختی هستیم، پس این علم ما ناکافی خواهد بود برای شناخت جهان طبیعت و به طور خاص دنیای اتم ها. و این خب نوع شکاکیت سیستماتیک هست، اما شکاکیتش یک شکاکیت افراطی نیست. من بحث زمان رو باز نکردم، واقعا در زمان به استدلالات شهودی و عقلی در مسئله حرکت، در همین مسئله بعد اتم ها، به اینها رو به رسمیت میشناسه. در نتیجه همونطور که در ایمن شهاده هم اشاره کرده بود، شکاک هست، ولی یک شکاک معتدل یا همون مادرت اسکپتیک هستش. و میتونیم این نتیجه رو داشته باشیم که در مباحثی که با اتمگرایی کلام مرتبطه، بخشی از انتقاداتی که ما میبینیم فخر رازی از هندسه و طبیعیات کلاسیک داره، در واقع متوجه دغدغه های معرفت شناختی هستش که فخر رازی داره و دغدغه همون مباحث این که به حس و تجربه بها میده در استدلالات عقلی، یعنی اونا رو به رسمیت میشناسه و در نتیجه نمیتونیم خیلی ضدیت و دشمنی با علم، چندان حرف علمی نیست گفتنش در اینجا، حرف پخته‌ای نیست. من خیلی از حوصله شما سپاسگزارم، اگر بیانم قاصر بود در مطالب پیشاپیش عذرخواهی میکنم، برای سوالات شما هستم و حالا نه در این جمع، در از طرق دیگه و مقالاتم هستش، و اگر دوستان سوالات داشتن امیدوارم که مطالب تا اینجا مفهوم باشه. برای حسن ختام دوست داشتم به عنوان حالا کسی که نزدیک به 20 سال دارم روی متون فخر رازی کار میکنم و چیزی هست که همیشه دیدم و در اون تحسین کردم، نقل قولی از ایمن شهاده رو آوردم که ایمن شهاده گفته که واقعا در وصف تعهد فلسفی رازی، که حالا این تعهد فلسفی، این عبارت من بوده در واقع، کانشسنس، وظیفه شناسی، یعنی همچین چیزی بوده اصطلاحش، همین بس که او برهانی را که قرار است ردش کند را ابتدا آسیب شناسی کرده، آن را به کمال میرساند و بعد آن را رد میکند و این روش او منحصر به فرد است. واقعا از زیبایی های فلسفیدن فخر رازی این هستش که برای من مثل یک شوالیه‌ای که میگفتن پیروزیش رو با پیروز شدنش نمیسنجه، بلکه بر قدرت رقیبش میسنجه، انگار به دلش نمیشینه یک استدلال
ضعیف رو رد بکنه، هر استدلالی رو به کمال میرسونه، تمام نقاطش رو، یعنی میگه این اگر این باشه من این جواب رو میتونم بدم، پس باید اینو بگه در جواب من. اول اون برهان رو به کامل ترین شکل ممکنش تکمیل میکنه، بعد ردش میکنه. و این نوعی صداقت فلسفی هستش که ما میتونیم در کارهای فخر رازی ببینیم که هیچ وقت جانبدارانه به سراغ برهان و ادله نمیره در واقع در طول کارهاش. ممنونم از حوصله شما. عرض بنده تموم شد، اگر بحث و سوالی هست برای دوستان. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر افتخاری بابت سخنرانی بسیار خوبتون، تشکر میکنم. دوستان اگر سوال دارین یه نیم ساعتی فرصت داریم برای بخش پرسش و پاسخ. آقای دکتر گمینی بفرمایید. سلام، صدای منو دارید؟ بله هست صداتون. بله خیلی متشکرم. سلام میکنم خانم دکتر افتخاری، خیلی خیلی ممنونم به خاطر این سخنرانی مفید و روشن و واضحی که برای ما داشتن و استفاده کردیم، همچنین آقای دکتر امینی آرا. اصلا سوال من برمیگرده یه مقداری به همین قسمت آخر فرمایشات شما. من مدتی هستش که ذهنم درگیر بحث ریاضی باوری هست، ریاضی باوری به معنای اون دیدگاه فیثاغورسی افلاطونی که معتقده که تمام جهان هم از ریاضیات و از موجودات ریاضی ساخته شده. حالا این شکل قویه در واقع ریاضی باوری هست. و مرحله دومش اینه که جهان با ریاضیات قابل شناخته، یعنی ما هر چقدر که مفاهیم ریاضی و موجود ریاضی در ذهنمون داشته باشیم که اینا ممکنه که از عالم مسل به ما رسیده باشه یا هر چی، اینا قابل انطباق و تطبیق بر جهان جسمانیه و در نتیجه ما میتونیم از اون طریق برسیم. اینطور که من الان فهمیدم از فرمایشات شما، ظاهرا فخر رازی با ریاضی باوری همدلی اصلا نداره و خیلی مخالفه اینه که اصلا از ریاضیات بشه استفاده کرد به طور یقینی برای شناخت جهان و قابل تطبیق نمیدونتش. و جالبه که با این که به اتم باوری اعتقاد داره، این رو هم قبول نداره، چون که افلاطون حداقل تو اون رساله تیماوس خودش نشون میده که یعنی شما داره یعنی از ریاضی باوری به اتم باوری خاص خودش میرسه که تمام جهان یه سری اتم هایی ساخته شدن که از این سری اشکال هندسی و فلان و اینا. این میخواست اول ببینم که من درست متوجه شدم یا نه. و بعد سوالم هم این هستش که این استدلالی که از فخر رازی در ضدیت با هندسه اینجا آوردید خیلی برای من عجیب بود، چون خیلی استدلال سطحی بود. یعنی واقعا فخر رازی گمان میکنه که اصول اولیه هندسه رو از مشاهده آوردن، از تجربه آوردن. به هر حال همه ریاضیدانان اون روزگار فکر میکنم، حالا این یه حدس منه، میدانستند یا به هر حال در آثار خودشون ادعا میکردن که این اصول اولیه 5 تا اصل اولیه هندسه فردوسی از تجربه نیومده بلکه بدیهی عقلانیه. حالا احتمالا مثلا شما از نگاه ریاضی باوری میگفتن که مثلا افلاطون میگفتش که ما در عالم مسل مثلا اینا رو دیدیم، اینا رو، این حقایق رو. و بعد اینکه حالا اینکه اینها این اصول اولیه رو ما عقلا قبول داریم یه مرحله است، یه مرحله دیگه که حالا میتونست فخر رازی اونجا شک کنه اینه که این قضیه ریاضی و تمام نتایجش منطبق بر جهان فیزیکی نشه. یعنی یه عالم عقلانی است که لزوما قرار نیستش که منطبق بر جهان فیزیکی بشه. در نتیجه این میتونست یه انتقادی باشه، یه انتقادی که به هر حال هنوز هم هست و خیلی دیگه هم کردم. ولی این که بگه که مقدماتش رو ما از تجربه میگیریم و تجربه قابل اعتماد نیست، اینو من میخواستم ببینم که این چجوری همچین انتقاد سطحی کرده. مگه نبوده اون موقع؟ مگه این صحبت وجود نداشته؟ حالا بس دو تا سوال شده که این که من درست فهمیدم یا نه، و دوم همین که عرض شد. خیلی متشکرم. الان یا آخر سر آقای میدیا
بفرمایید خانم دکتر. سلام دارم خدمتتون، تشکر از سوال بجاتون. نکته ای که هستش این که من مسئله ریاضی باوری رو که این که فخر رازی اعتقاد نداشته باشه موافق نیستم. اگر چنین نبود فخر رازی نمیومد اون همه زحمت بکشه برای خودش یه هندسه جدید درست میکنه. و اینکه در همین جایی که صحبت میکنه که وقتی که میخواد بیاد بگه که اتم ها باشن از چند ضلعی بودن که همون احتمالاً اینو از همون تیموس افلاطون احتمالاً جایی حالا یا به گوشش خورده یا خونده، چون همون شکل چند وجهی ها رو دنبال میکنه، بعد میاد میگه این هندسه عقیمه، این هندسه عقیمه چون هفت ضلعی فلان رو نمیتونه داشته باشه. و در این اسلاید رو من نشون بدم که شروع میکنه برای خودش مثلا یه هندسه جدید درست کردن که با اتمگرایی جور باشه. خب وقتی که چنین باوری داره، یعنی باور داره که باید یه ریاضیاتی باشه، ولی این ریاضیاتی که الان ما داریم جوابگو نیست. و خب در اون زمان هم اگرچه خیلی ریاضیدانان مسلمان به ساختارگرایی در ریاضیات به نظر من، حالا نمیدونم، باید حالا دوستانی که فلسفه ریاضی بیشتر کار میکنن اینجا باشن، به نظر من ساختارگرایی در ریاضیات اسلامی خیلی 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 مورد توجه قرار گرفته. اینکه کلن ذاتگرایی ریاضی رو میذارن کنار و این خیلی پیشرفت کرده که اینجا میخواد میگه که این هندسه هست، ولی ما میتونیم یه هندسه دیگه داشته باشیم که جور در بیاد با اتمگرایی. و این هندسه‌ای که اینجا هست الان جور در نمیاد، نه اینکه اصل موضوعش رو بدیهیات عقل نباشن. و من گفتم مقلتی که فخر رازی در کارش داره که اون هندسه که میخواسته بسازه عقیم و ابتر میمونه، به خاطر این هستش که مثلا بعضی اصل موضوعا رو گرفته از هندسه اقلیدوسی، بعضی قضایا هم گرفته، ولی اون تعاریفی که لازمه هستن اینها رو رعایت نکرده. خب و این از نظر من این که تا همین جاش گام خیلی بزرگی هست که از نظرش میتونیم ما ریاضیات های متفاوتی داشته باشیم و ریاضیاتی که به کار ما بیاد. و خب بله، به اون شکلی که مثلا در جهان طبیعت ما فقط یک نوع ریاضیات داشته باشیم و باید اونو کشفش کنیم، نه چنین چیزی نیست. کاملا به نظر میرسه، چون البته اولا ما چند رساله مهم فخر رازی در ریاضیات رو نداریم، یعنی پیداش نکردیم هنوز، شرح مصادرات هست و یک سری در واقع گفت و شنود با ابهری و ابهری داره که بعداً خواجه نصیر رو اونا بحث کرده، از ابهری که بعدش بوده، یعنی ابهری در مورد آراء فخر رازی بحث کرده که متاسفانه ما نداریم، ما فقط گزارشاشو از خواجه نصیر داریم. که خب ما تا اونا رو نداشته باشیم، مخصوصا که اونها در مورد مفاهیم بنیادی هستن که آیا ما در جهان طبیعت میتونیم اینا رو تفکیک کنیم یا نمیتونیم، متاسفانه خیلی دستمون تنگه. ولی با همینی که من دارم میبینم که واقعا پا شده زحمت کشیده و خیلی چیزها رو خواسته با ریاضیات حل بکنه، خواسته یه هندسه‌ای به وجود بیاره به قول خودش که تعاریف بازسازی کنه اون هندسه‌ای رو که از نظر خودش جور در نمی اومده با طبیعت، از نظر من این خودش نوع ریاضی باوریه، ولی نگاه واقع گرایانه به ریاضیات نداره، یعنی به نوعی دنبال یک نوع حس میکنم. حالا باید برم که متنای دیگه هم بخونم و نقل قولاشو در بیارم. اینجا ما نوعی میبینیم که دنبال یافتن یک تبیین دیگه هست برای اتمگرایی. و اینکه از نظر من اینکه با این فرض که اگر ما بخوایم اتم ها رو بفهمیم باید یه ریاضیات دیگه داشته باشیم، یه ریاضیاتی که با جهان محسوسات ما نباشه، از نظر من، حالا نمیدونم، از نظر من این دقیقا ریاضی باوری،
یعنی اینکه ریاضیات باید باشه تو جهان اتم ها، ولی خب شکلش چون اینا در دنیای دیگه ای هستن، اینا باید با یک تعاریف دیگه ای باشن. و اینکه اصل موضوع ها رو بدیهیات عقل خودش اونم در نظر گرفته، عمده تعریف دایره است که اگر به شکل هندسی اگر یادتون باشه، یکی تعریف دایره، یکی اینکه اگر یک نقطه رو دوران بدیم یک دایره کامل رو تعریف میکنه، یا اینکه یک کره رو به خاطر بسیط بودن کره در نظر میگیرن و مقطعی از اون یک دایره کامل به دست میاد. اینها رو فخر رازی میگه اینا همه از تجربیات حسی است. خب آقای دکتر گمینه اگر ادامه داره صحبتون. نمیدونم اگر دقیق متوجه شده باشم یا نه. و ما واقعا کمبود متن داریم دیگه، متاسفانه سه رساله مهم رو نداریم که احتمالا اگر داشتیم خیلی بهتر میتونستیم نظر بدیم. یه شرح مصادرات داشته، یک تحریر از اقلیدوس داشته و یک سری در واقع که ابهری بهش دسترسی داشته، که ابهری شرحی نوشته بر مفاهیم پایه‌ای که در واقع فخر رازی از مباحث هندسی داشته. بسیار خوب. خانم کریمی بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. متشکرم از صدای من اکو میشه. خب الان فکر کنم بهتر شد. متشکرم از ارائه‌تون، من استفاده کردم. من یه سوالی که برام پیش اومده اینه که حالا اگر درست فهمیده باشم، شما سراغ هندسه رفتید ولی فکر میکنم سراغ حساب نرفتید، حالا یا فخر رازی این کار رو انجام نداده یا شما تصمیم گرفتید که سراغ اون نرید. چون خب این که هندسه علمیه که به هر حال نمیتونیم ما بعضی از گزاره‌هاش رو، یعنی گزاره‌ها رو در جزء اصول اولیه علم بیاریم. اینو یه جورایی قبل از فخر رازی ابن سینا هم بهش اشاره کرده و این در واقع تو اون تقسیم بندی مواد اولیه قیاس اینو آورده. ولی درباره ریاضیات اون نکته‌ای که در ابن سینا مبهم هست، برای من این سوال شد که آیا یعنی درباره الجبرا یا همون ریاضی در مقابل هندسه، جبر دیگه در واقع، میخوام ببینم که آیا اینجا هم اینجا فخر رازی تونسته حرفی بزنه و از یقینیات در علم صحبت بکنه. خب تا اینجا که گفت حس قابل اعتماد نیست رو نیست و در حداقل در علم هندسه نمیشه این کارو کرد. این سوال برام پیش اومد، متشکرم. و اگر سوال از جهتی مربوط نیست به بحث شما، پیشاپیش عذرخواهی میکنم. متشکرم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. در به طور خاص در مورد بحثی که من میگم، برهان‌هایی هست که ببخشید فکر کنم میکروفونتون بازه. برهان‌هایی هستش که در خاص برای اتمگرایی و دنیای اتم‌ها به کار رفته. من هنوز همه متون رو نخوندم ولی بحث مفصلی درباره اعداد داره و اتفاقا خیلی بر اساس همون دیدگاهی که تقابلی بین وحدت و کسرت نمیدیده و اصلا این رو چنین چیزی رو اصلا از پایه قبول نداشته، خیلی حرکت انقلابی داشته در زمان خودش که میگه برخلاف ارسطو و ابن سینا و اینا که اونها معتقد بودن کوچکترین عدد 2 هست، میگه نه، از کوچکترین عدد 1 هست. و بحث مفصلی در اعداد به طور مستقل، نه حالا در ارتباط با اتمگرایی داره و من هنوز فرصت نکردم به اون متنا بپردازم. و ضمن این که ما متاسفانه گفتم ما سه رساله مهم که همون رساله‌ای که گفتم که ابهری بهش دسترسی داشته و ما الان نمیشناسیم اون رساله رو، اونجا در مورد اعداد صحبت کرده ولی خب ما نمیدونیم. ما فعلا نقل قولای دست چندم از اون رساله ها رو داریم، ولی در هم مباحث المشرقیه هم در
المحصل جاهایی که در مورد وحدت میخواست صحبت بکنه، من اینو خودم دیدم در مورد عدد و حساب بحثای مفصلی داره، ولی خب هنوز من کار نکردم. من فقط صرفاً برهانهایی که متوجه اتمگرایی و مسئله اتم بود و هندسه هم کفایتش فقط در اونجایی که قراره در مورد اتم ها صحبت بکنه رو در نظر گرفتم، نه اینکه حالا فرمایش آقای دکتر گمینی رو هم الان داشته باشیم که نه اینکه دنیای اتم ها اساساً ریاضیاتی نداره، نه، این هندسه‌ای که ما الان داریم میگه کفایت نمیکنه برای اتم ها. حالا نمیدونم، امیدوارم که فرصت بشه بتونم، چون انقدر میگم فخر رازی تنوع متن و حجم زیاد متن داره و متاسفانه بعضی از متناش هم که در دسترس نیستن. همین رساله جوهر فرد که کار دکترای من بوده الان یک بخش خیلی مهمش مفقوده و ما هم هنوز هیچ نسخه دیگه پیدا نکردیم. این بخش مهمش که همه جا برگشته گفته و اما موارد سوفسطائی من اونجا توضیح دادم، همون بخش الان نیست و به امید آینده و آیندگان. خب خیلی ممنونم. یه چند تا سوالم داخل این چت باکس هست که نمیدونم شما میتونید ملاحظه بکنید. بله سعی میکنم. کاربر 333 سری سوال اینجا ترک کردن. سلام، آیا اختلاف در ذهنگرایی باعث میشد تا، منظورشون رو نمیفهمم، یهبشون از جسم تغییر کنه؟ یقین منظورشون بوده، فکر میکنم تعریفه مثلا تعریفشون شاید. تعریفشون ممکنه ذهنگرایی به این شکلی که امروز ما داریم اون زمان به اون شکلی که، یعنی حتی این تفکیک هستی شناسی معرفت شناسی که ما الان داریم اون زمان نبوده، ممکنه، ولی حالا من در اون موضوع خیلی کار نکردم. یه مقدار مقاله بلال ابراهیم سال 2015 در این مسائل صحبت کرده، ولی اونجا هم در مورد ذاتگرایی رو که رد میکنن و تجربه رو مقدم دارن، یه مقدار راجع به ذهنگرایی صحبت کرده و جسم طبیعی، ولی به این شکل شفاف اون چیزی که ما امروز ذهنگرایی میگیم اونجا هم صحبت نشده. تصحیح کنم، اختلاف ده. بله 100%، ما اساساً دو تا تعریف موازی داریم برای جسم. یکی این که ما بتونیم، جسم طبیعی آن است که در سه راستای عمود بر هم ممتد باشد، این تعریف فلاسفه است، اما تعریف متکلمان اینه که فقط اشغال حجم، چون تعریفشون از مکان هم با هم فرق داشته. فلاسفه معتقد به این بودن که مکان یعنی آنچه که جسم طبیعی رو در بر میگیره، ولی متکلمان به فضای مطلق اعتقاد داشتن، مثل یک اتاقک خالی که یه جسمی توش باشه، پس جسمم هر آنچه که یک حجمی رو، یک فضایی رو اشغال بکنه از نظرشون یعنی جسم. تعریفشون از جسمم با هم متفاوت بودن. سلام و عرض ادب دارم، خواهش میکنم. من سوال دیگه ای نمیبینم آقای امیری، اگه سوال دیگه هست فرخت میکنم. راستش من هم یه سوال کوچیکی دارم، البته خیلی کلی دلم میخواست بپرسم. اینجور که من متوجه شدم در سخنرانی شما، در نظر فخر رازی به نظر میرسه که یک جور ناوردهای مقیاس وجود داره، به این معنی که دو قلمرو وجود داره، یک قلمرو جهان اتم ها و یک قلمرو جهان محسوس، و اینها هر کدوم هندسه مختص به خودشون رو دارن، یعنی در واقع هندسه امر لوکال نسبی هست نسبت به اینکه در چه قلمروی داریم بس. ولی اگر ما معرفت شناسی ریاضیمون اینجا اینجوری باشه که ریاضی مبتنیه بر حسه و حسم خطا میکنه پس ریاضی خطا میکنه، خب این قاعدتا نباید در هر دو قلمرو
همچین چیزی رو قائل باشیم. خب چرا یه همچین هزینه‌ای بدیم که اصولاً دو تا قلمرو کاملا متفاوت رو در نظر بگیریم، فقط به این دلیل که یک جزمی مثلا، شاید حالی نمیدونم، شاید کلمه خوبی به کار نبردم، که برای دفاع از اتم گرایی به هر شکلی بخوایم در واقع قلمروی جهانم رو عوض بکنیم و دو جور هندسه رو نسبت بدیم به جهان. ببینید، این که یه هندسه داشته باشیم برای جهان ساب اتمی، این خیلی امروزیه و واقعا فخر رازی به این شکل تا این حد امروزی فکر نمی کرده که مثلا ما مثل الان که برای کوانتوم و جهان ساب اتمیک ما جبر خطی و نظریه گروه ها داریم و ریاضیات ما ریاضیات احتمالی از یه طرف، از یه طرف هم که خب نظریه گروه ها و جبر خطی رو داریم، بعد میاییم مثلا برای جهان دیگه همون. این خیلی امروزیه برای اون زمان، تا این حد فکر نمی کرده. این آنچه که میخواسته، اون هندسه جدیدی که میخواسته برپا بکنه، این نبوده که مثلا یه هندسه برای اون، فقط میخواسته یه هندسه باشه که بخونه با اتمگرایی. چرا؟ چون برای اتمگرایی بسیار معتقد بوده برای درک و فهمی که از زمان و حرکت داره. و من اصلا اشاره نکردم به این مسئله که تبیینی که اتمگرایی کلام برای حرکت میده به زیبایی سینماتیک تغییر رو توضیح میده. و همینجور که شما الان میبینید تبیینی که متکلمان از حرکت دارن برای مسافت و برای سرعت و اینکه سرعت مشتق مسافت باشه، به زیبایی این رو تلویحاً میتونن اجرا کنن، به خاطر اینکه سینماتیک درستی برای حرکت بیان میکنن. اونقدر مسئله حرکت و تبیینی که اونجا داشته براش زیبا بوده و تصریح هم میکنه. در ستینی جامع العلوم میگه متکلمان به غایت ضعف بودن در برهانهای خودشون و توضیحی که من برای حرکت آوردم، ادله‌ای که من برای حرکت از آراء متکلمان گرفتم و پروردم، اونها رو از نهایت شناعت و ضعف رسون به بالاترین قله های کمال. اینقدر اون نظریه براش زیبا بوده که میخواسته از اون دفاع بکنه و یک هندسه‌ای داشته باشه که یعنی اون حرکت مال جهان محسوساته. یعنی مثلا اون مسئله‌ای که یه مسئله حل میکنه، یک کره‌ای که غلط میزنه روی سطح صاف، اینها مسائلی هستن که حرکت رو سینماتیکی داره با هندسه حل میکنه. یعنی این مسئله ریاضیگرایی هست در، یعنی برای شاید نمیگم اولین بار، چون ما فیزیک ارسطو هندسه‌ای که در فیزیک بگم فقط هندسه ایستاست. ما اصلا در فیزیکمون در تغییر اصلا ریاضیات رو در اون زمان هیچ کس به کار نمیگرفته و امکان به کارگیری ریاضیات برای فهم تغییر رو داشته به حدی اون براش اقناع کننده بوده که خب میخواسته این مسائل رو حل بکنه. خب و حالا از دیده بنده فکر میکنم برای اون زمان خیلی زود بوده، خیلی زود بوده اینکه بتونه یک ریاضیاتی داشته باشه که هم بتونه هم سینماتیک حرکت رو تغییر بده. ببینید، ما آنچه که در روش افنا، انتگرال گیری که در روش افنا داشتیم، به لحاظ ریاضی همانی هست که امروز داریم انتگرال میگیریم. حالا درست متدهاش فرق کرده، ولی به لحاظ ریاضی همانی هست که انجام می‌ده. ولی کی ما در فیزیک تونستیم حساب دیفرانسیل انتگرال؟ قرن 17 وقتی که ما طبیعیاتی داشتیم که اجازه بده ما حرکت رو بر زمان تجزیه بکنیم به اجزای کوچکتر. یعنی اهمیت اتمگرای کلام این هست که حرکت رو به جای که یک واحد پیوسته ارسطویی که از قوه به کمال برسه، این رو به شکل سینماتیکی با زمان میاد تجزیه میکنم به واحدهای کوچکتر، برای اینکه تغییر رو توضیح بدن
و این کار خیلی اون زمان براشون سنگین بوده، یعنی اون تبیین طبیعیاتیش رو نداشتن و شاید نیاز واقعا بوده چند قرن طی بشه تا ما به یه آرتیکولیشنی در طبیعت برسیم که به راحتی بتونیم اون حساب دیفرانسیل انتگرال رو پیاده بکنیم. و خب در زمان خودش من فکر میکنم کار بزرگی کرده، ولی خب برای این که به اون جایی که باید برسه برسه خب خیلی زمان میخواسته. ولی این شکلی که بخوایم بگیم یه ریاضیات برای این جهان ساب اتمی ریزه، این بیان خیلی امروزی هست. در اون زمان من حداقل برداشتم این نبوده که چنین کاری با تعمدن میخواسته انجام بده. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر افتخاری عزیز، بازم تشکر می‌کنم از ارائه بسیار بسیار خوب. سلامت باشید، خسته نباشید میگم خدمتتون. از حضوری که در اینجا هستم شرکت کردم تشکر می‌کنم. سخنرانی بعدی ما دو هفته آینده 22 خرداد هست. آقای دکتر الستی در موضوعی درباره اخلاق علم سخنرانی خواهند داشت. خیلی ممنون از همه، خدا نگهدار. سلامت باشید. من دارم از همگی تشکر میکنم، تشکر که حوصله داشتین و از حضورتون خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. خدا خواهش میکنم، خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.